برام خدا سلام و وقت شما بخیر. به برنامه تحول خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه میگوید که اخراج مهاجران از پاکستان با تحقیر همراست. امیر خان متقی میافزاید که با وجود که کابل نگرانی های خود را نسبت اخراج اجباری مهاجران با سران نظامی و مقامات وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشت، اما نتیجه در پی نداشته است. به گفته آقای متقی، پاکستان به خاطر اخراج مهاجران میخواهد کابل را تحت فشار قرار دهد، اما آنان در برابر فشار هیچ کس تسلیم نمی‌شود. همکارم فرهناز فریبرز در این مورد گزارش دارد. دوباره برمی‌گردیم به برنامه. انتقاد سرپرست وزارت خارجه کشور از اخراج تحقیرآمیز مهاجران افغان از پاکستان. امیر خان متقی در گفتگو با بی بی سی میگوید که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان و مهاجران افغان یک جانب است، هرچند که آنان نگرانی خود را با مقامهای ملکی و نظامی این کشور در میان گذاشته است. مهاجران تا دیر لوی تکلیف ده از اکا اوگوی پاکستان لوری پا یو طرف پریکل بندی پا دیر لند وقت که اوگوی تا دی وطل و عمر سوی ده و دیر وطل و اغا طرز و طریقه هم دیر پیچلی و لتکلیپون و لسپکاوی دکه ده. به گفته آقای متقی، پاکستان به خاطر اخراج مهاجران میخواهد کابل را تحت فشار قرار دهد، اما آنان در برابر فشار هیچ کس تسلیم نمی شود. نو دیتم نو مشوره داده سیدی فشار لاری باید فل اهداف و تزان و نرسی موک سر گاواندیان و یولو بل سر باید فی چلن ولرو یولو بل سر تجارت ولرو همسایه گلوی وصول سر مراعات کو دا چی وست دی شاعت نور چه اغرازی پدی که مختلف تفسیری کی یا هر چوک پکی حیران دی چی ولی دست اقدامات کی گی سنه دی پاکستان پا گرده دی نه دی افغانستان. از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شبکه اکس خود نگاشته است شمار زیاد از افغانهایی که مجبور به ترک پاکستان شدند با مشکلات و خطرات شدید روبرو هستند. ما جوابی که در این شرایط عاجل می توانیم برای پاکستانی ها بدیم، یک راه اول هم است که بند برق کنر را باید ساخت، یعنی تمام جنوب افغانستان را برق بدیم. دومین مسئله است که آب را مهار بکنیم، جلال آباد کنر آبیاری بکنیم، این هر دو ساحه را به نام گودام افغانستان بسازیم. این پتانسیل در جلال آباد وجود دارد، در کنر وجود دارد. این در حال است که بر اساس آمارها روزانه هزاران تن از پاکستان به کشور برمیگردند. بر اساس آخرین آمارها 174 هزار نفر از ترخم، غلامخان و انگورده و حدود 45 هزار تن دیگر نیز از طریق گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک به کشور بازگشتند. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم آقای صمد کارمند، آگاه رابطه بین الملل از آلمان، اسحاق حتمر، همچنان آگاه رابطه بین الملل از آلمان، آقای هاشم بلخابی، تحلیلگر سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. آقای کارمند، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنم. آنچه که سرپرست وزارت خارجه هم او را بیان کرده، خروج مهاجران افغان از پاکستان با تحقیر همراست و حکومت سرپرست افغانستان هم این نگرانی ها را شریک ساخته با مقامات نظامی و وزارت خارجه پاکستان، اما نتیجه در پی نداشته. چرا؟ سلام و درود خدمت شما سخیزادی عزیز، خدمت مهمانان در بست و یک احترام دارم برای هموطنان عزیزم. درود باشم. ببینید، ما پیش از اینکه در مورد پرسش شما بپردازم، یک چیز میخواییم برای بینندگان عزیز خاطر نشان بکنم که این پاکستان بود که در نیم قرن جنگ افغانستان مسئله مهاجرت یک افزار بسیار بزرگ قرار داد در دو جهت. یکی که بتوان از این منفعت بزرگ اقتصادی و امنیتی و سیاسی بکنه به نفع کشورش، و دوم افغانستان رو در یک بحران نگاه بکنه و کوشش کرد که فکر از افغانستان بیرون بکنه و همچنان نیروی انسانی را از افغانستان بیرون بکنه. و ما همه شاهد هستیم که از زمان حکومت داود خان کمینی اولین زمینه ها مساعد شد که اقتدار به پاکستان برند و پاکستانی ها از این استفاده وسیع کردند. بعد از او به نام جهاد، به نام دفاع از دین، به نام دفاع از اسلام، به نام دفاع از اعتقادات مذهبی مردم افغانستان، پاکستانی ها کوشش کردند که
برای میلیون ها هموطن ما در پاکستان جای بتن و بگویند که بفرمایید اینجا بیایید، ما برتان شرایط زندگی را مساعد میکنیم. و همه باید داریم که پاکستان نیم قرن گذشته تا پاکستان امروز بسیار تفاوت داره، از لحاظ هم اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ سیاسی. با خصوص از لحاظ اقتصادی پول بسیار بزرگی را پاکستانی ها به دست آوردن به نام مهاجرت، به نام مهاجرین از افغانستان، به نام جهاد در افغانستان. ولی همه ما شاهد هستیم که این پول بیشترش مصرف شد در خاک پاکستان و پاکستانی ها از یهود سود بیشتر بردن و همچنان گروه های تروریستی را در اون طرف مرز ایجاد کردن از میان مهاجرین ما، از میان شهروندان ما و اهداف استراتژیک پاکستان که در منطقه و در افغانستان بود رو عملی کردن. امروز وقتی که پاکستان دوباره میایه برای از این که مهاجرین افغانستان باید از پاکستان بیرون بکنه، من فکر میکنم که با وجودی که از صلاحیت حکومت موقت نیست، ولی نظامیگری های پاکستان و استخبارات پاکستان یک نوع بازی سیاسی را خواستن انجام بدن. هدف بزرگشان هی است که اینا فکر میکردن که با خروج مهاجرین از افغانستان که شعار بتن، بازم یک مقدار پول از جامعه جهانی، از ملل متحد، از نهادهای مربوط به حقوق بشر و مهاجرین به دست میارن و به این ترتیب بازم منفعت سیاسی خود ادامه میدن. کارمند صاحب، بدون شک که مسئله پاکستان حالا آن فهم شده، همه میدونه که پاکستان چه سیاستی در قبال افغانستان داره. مردم افغانستان در طول تقریبا 40 سال یا بیشتر از او با سیاست های پاکستان به خوبی آشناست. بحث مهاجرین رم کالا کابل مگه که بحث را سیاسی ساخته به نفع میخوان که فشار بتن حکومت حاکم در افغانستان را که اینا تسلیم فشارها نمیشه. من میخوام بدانم که چون مهاجر دارای حق حقوق است، دارای یک سلسله حق است که قانون بین المللی به مهاجران تعیین کرده، حالا چرا باید مهاجرین وقتی که اخراج میشن با تحقیر و توهین همراه باشن؟ چرا؟ خب این برمیگرده به این که اول خود در افغانستان متاسفانه یک حکومت وجود نداره که بتونه از منافع شهروندان خود در خارج از افغانستان دفاع بکنه. دومی که این تحقیر و توهین برای شهروندان افغانستان گپ امروزی نیست. در 44 سال جنگ افغانستان پاکستانی ها همیشه کوشش کردند که از این سلاح استفاده بکنند، توهین کردند، تحقیر کردند، حتی زمینه کار و تاثیر برشان کمتر مساعد کردند. و از طرف دیگر پاکستان خود متحد برای کنوانسیون سال 1951 نمیداند چون ایرا امضا نکرده، ولی از امتیازاتش استفاده میکرده. در اونجا با صراحت گفته شده که هر شهروند هر کشور وقتی که خاک خود ترک میکنه و کشور دیگه میره، او مهاجر است، مطابق قوانین بین المللی باید بهش رفتار شود. ولی متاسفانه پاکستانی ها همیشه این وسیله را استفاده کردند که بتونن فشار بیارن سر حکومت های افغانستان و سر مردم افغانستان و به این ترتیب نه با توهین تحقیر. شما میبینید که در پاره توهین تحقیر حتی پول و سرمایه‌ای که شهروندان افغانستان در پاکستان دارند که میگن بیش از 3 میلیارد دلار اینا سرمایه گذاری کردن در پاکستان در طی 44 سال اقامت خود اونجا و همچنان سرمایه‌داری های کوچکی که وجود داره اینا را اجازه نمیتونن با خود ببرند و کوشش میکنن اینا را به نفع از آنها از پاکستان بیرون بکنند. کلانترین مسئله که به نظر ما وجود داره ای است که پاکستانی ها بازم فکر میکنن که با این فشار اینا میتونن که یک مقدار پول گزاف از جامعه جهانی به دست بیارن و او وقت تن بتن به این که بله ما مهاجرین افغانستان از پاکستان بیرون نمیکنیم. شما میفهمین که 4.3 میلیون شهروند افغانستان و بیشتر از او در پاکستان مهاجر است و برای پاکستانی ها بسیار دشوار است که اینا یک جایی تصمیم بگیرند و این رقم از پاکستان بیرون بکنند. تا به حال در حدود 200 هزار نفر طالبان میگن و ملل متحد ادارات مربوط از او بیش از 100 هزار نفر رقم میتن که از پاکستان بیرون شدن. گیرم که رقم برسه در 500 هزار. ولی پاکستانی ها هنوز منتظر هستن که چطور میتونن با این فشار و با این توهین تحقیری که نسبت به شهروندان افغانستان انجام میتن از جامعه جهانی پول به دست بیارن و عمو گوه شیری را که در نیم قرن جنگ افغانستان استفاده کردن از سیاست مهاجرت افغان ها در یا افغانستانی ها در پاکستان از اینا بتونن استفاده وسیع به نفع خود هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی بکنن. تشکر آقای کارمند، سپاسگزار. اتمر صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. مطالعه نشان میده که اگر در افغانستان جنگی صورت گرفته پاکستان از اون نفع برده، منازی بوده پاکستان نفع برده، اگر در کابل جنگ های داخلی صورت گرفته از اون پاکستان به نحو
سود برده. ما میخوایم بدانم حالا آقای متقی میگه که پاکستان در پی است که کابل را فشار بده و کابل هم به فشارها سرخم نمیکنه. ما میخوایم بدانم که پاکستان در حال حاضر چه هدف داره با اخراج مهاجرین که هم با تحقیر و توهین امراست. تشکر. سلام بر شما، سلام بر کاروان صاحب گرامی و الخوابی صاحب محترم و شنونده و بیننده عزیز ما. یقینا مثل که دوستو گفتن، من هم به باور هستم که پاکستان در طی 44 سال گذشته اینا نظر به مو شرایطی که داشتن و نظر به استراتژی که خود پاکستان داشت منفعت خود برد. امروز مسئله افغانستان مقدر داغ نیست که بتانه کمک های دنیا را یا توجه دنیا را جلب بکنه. حضور 20 ساله امریکا در افغانستان هم تا اندازه فرصت و امکانات را بر پاکستان داد که از استفاده بیشتر بکنه. و ما دیدیم که نیروهای امریکایی هم از طریق پاکستان آمدن و هم از طریق پاکستان اینا تجهیزات و سلاح ها خود بیرون کشیدن و تا مقدار از این سلاح ها را بر پاکستان هم گذاشتن. بر صورت پاکستان هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی اینوی بهره را برد در تایمی سالهای جنگ در افغانستان. قسمی که شما گفتین، خب پاکستان در دو بود، یکی از نظر استراتژی که داره و دیگه از نظر اقتصادی از افغانستان بسیار استفاده کرد و منفعت جست. امروز هم شما میبینین که بازار افغانستان به دست امتیه پاکستانی است و پاکستان از بازار افغانستان سالانه بیشتر از 2 میلیارد دلار منفعت میگیرن. منابع و معادن افغانستان، ما کل ما خبر داریم که زغال سنگ، تلک و دیگه معدنای ما اینا با پاکستان میرن. آب ما بدون هیچ نوع مدیریت رویان همگی به پاکستان میره. ترانزیت ما که امروز مثلا اموال پاکستانی از طریق افغانستان اینا با آسیای میانه میرن، اینا همیشه از استفاده ولی با توجه صرفا میخوام اتمر صاحب مسئولیت شما رو قطع کنم، ولی با توجه به منافعی که فعلا پاکستان داره از افغانستان به دست میاره، فکر نمیکنید که با تیره تر کردن روابط سیاسی و اجتماعی خود با افغانستان تیشه بر ریشه خود میزنه؟ یقینا من هم به این باور هستم که اگر پاکستان خواسته باشه که ایرا یک هرم فشار سر حکومت موجوده بیارن، من فکر میکنم ایرا اشتباه میکنن. بخاطر از این که اول خو من باور نمیکنم که اگر با این نوع طرز تفکر و مخصوصا هم که بعد از این که بر مهاجرین افغانی عرصه تنگ شد و اینا به جبر و به اکراه واداشته شدن که اینا پاکستان را ترک بکنن، مخالف تمام نرمای انسان دوستانه که شما ببینید تا حدی که اینا جایداد خود انتقال ببخشن، سرمایه خود انتقال دادن، نمیتونن امکانات ازی از دستشان گرفته شده که جایدادهای خود بفروشن. یعنی بایدی که اگر یک کشور میخواه که مهاجره از کشور خود خارج بسازه، او میشه که به صورت مرحله وار در تفاهم با کشور مطبوع و با یک استراتژی و برنامه که البته دولت مطبوع دهی شامل باشه، نه این شکل که پلیس برای خانه های زنا ویران بکنه و اینا نتانن با زندگی 40-45 ساله که در پاکستان داشتن بیشتر از 50,000 افغانی با خود داشته باشن که او از پاکستان بیرون بکشن. تمام ثروتشان، اثار خارجیشان، جایدادشان، زمینشان ضبط شود. به این معنا که شما مهاجر هستیم و امروز ما شما را دیگه پذیرفته نمیتونیم. یک بحث جداگانه است. اما فکر میشه که پاکستانی ها کوشش میکنن این امید و خوبی هایی که اینا در طول 40-45 سال هم با مردم افغانستان که در مهاجرت بودن او را اینا به باد فنا دادن و مردم
یک خاطره بسیار تلخ و نادرست از این آدم. تشکر آقای اتمر، سپاسگزار وقت کوتاه. با ادامه برنامه بازم خوش آمدید. آقای بلخوبی شما را هم خوش آمدید میگم. با بس دیدم ایشا که به اساس آخرین آمارها تا کنون 174 هزار نفر از مرز تورخم، غلامخان و انگورده به کشور برگشته و حدود 45 هزار تن دیگر هم از طریق گذرگاه مرزی چمن و اسپن بولدک. حالا تعداد در پاکستان خانه داشتن، زندگی داشتن، سرمایه گذاری کرده بودن، حالا جبران که از پاکستان اخراج میشه با تحقیر هم همراست. من میخوام بدانم که آیا در کابل کسی هست که از حق حقوق این شمار از مهاجرین دفاع بکنه یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام خدمت شما همکاران محترم، شما مهمانان ارجمند برنامه، درود بر شما و بینندگان عزیز جهانی تلویزیون شما. حقیقتا جواب فرمای شما مثبت هست. ملت افغانستان، دولت افغانستان با هموطنان خود در هر سطح و در هر حدی هم درد و همراه و انشاءالله تعالی به کمک اونها هستن. نزدیکترین مثالش خود شما هستین، رسانه شما هست که امروزه به عنوان صدا و فریاد مهاجرین مظلوم اون چی که در توان و در وسع شما بوده و همکاران شما و رسانه شما این برنامه رو ترتیب دادین که در سطح جهانی فریاد مظلومیت برادران و خواهران مظلوم و مهاجر ما شما به گوش وجدانهای بیدار جهان برسه. و شاید این بحث باشه کنار آقای بلخوابی، چون بحث رسانه‌ای حالا بسیار گسترده است، من میخوام با او بپردازم، شما لطف کردین، ولی من میخوام بدانم که آیا کسی در کابل هست، حکومتی در کابل هست که از حقوق بیش از 200 هزار نفری که با توهین و تحقیر از پاکستان اخراج شده از حقوق دفاع بکنه؟ نه تنها در کابل که وزرای ما و شما امروزه در مرزها هستن به استقبال مهاجرین، کدام وزرا در پذیرایی مهاجرین و همکاری با اونها، مثلا معاون محترم رئیس الوزراء جناب حنفی وزیر محترم اقوام و قبایل و بعضی وزرا و معینان و رؤسا، اینها به استقبال و معاونت مهاجرین در مرزها تشریف دارند. و از طرف دیگه ما و شما مطلع شده ایم که همه مسئولین رده بالا از مقام معظم رهبری امارت اسلامی افغانستان، حضرت شیخ صاحب هیبت الله که ابراز تأثر و تأسف و همکاری فرمودند، جناب رئیس الوزراء، جناب مولوی صاحب یعقوب حفظه الله، جناب خلیفه صاحب حفظه الله و همه مسئولین ابراز همدردی کردن و از طرف دیگه با هر لحن و لفظی که ممکن بوده از سازمان‌های بشردوست جهانی و سازمان ملل خصوصا و از ملت پاکستان و حتی از دولت پاکستان خواستن به طرق مختلف که ظلم و استبدادی که به مهاجرین انجام میشه تخفیف پیدا بکنه. بله. و یا ای که منظورتون از تخفیف چیست؟ ظلم، یعنی کمتر ظلم بکنه، بیشتر ظلم نکنه؟ اگر احیانا مهاجرین رو برمیگردانن باید به یک شکل انسانی و نرمال و اموال و دارایی های اونها ضبط نشه، تحقیر و توهین و تهدید و حتی که سفارت امارت اسلامی اعلام کرد که احتمالاً 4 نفر حتی اونجا شهید شدن، حتما که 4 نفر شهید میشه، عده زخمی میشه، عده زندان میشه. در کجا؟ در پاکستان. بله. این اعمال غیر انسانی را کوشش کردن که صورت نگیره. خب من میخوام بدانم آقای بلخوابی، چون شما گفتین که ابراز نگرانی کردن و شدیداً محکوم کردن، با این محکوم کردن ها و با این خواستن ها دیده میشه که مرهم به درد مهاجرین اخراج شده گذاشته نمیشه. کارهای اساسی چرا انجام نشد؟ اگر که ما شما دیدیم
از نظر انسانی، روحی و تنداری همین بله. ابراز پشتیبانی صریح و قاطع و مکرر یقینا یک التیامی به روح مهاجرین عزیز که افسرده شده تأثیر مثبت داره و استقبال دولت مردان ما و شما و ملت ما و شما تأثیر مثبت داره و او چی که امکان داشته باشه. بسیار پوزش میخوایم. ما میخوایم بدانم که چون آقای متقی گفت که پاکستان در پی عزیز که کابل را تحت فشار قرار بده و کابل هم در برابر فشارها سرخم نمیکنه. ما میخوایم بدانم که پاکستان با مهاجرین مشکل داره یا با سران مقام هایی که فعلا در کابل هست. امارت اسلامی افغانستان تعامل زیاد و سازش زیاد نسبت به همه جهان و همسایه ها و پاکستان در برابر این ناملایمات نشان داده، اما ای که پاکستان موضع‌گیریش در رابطه با کشور افغانستان از قدیم تا حال و با امارت اسلامی چگونه هست، چنانچه که اساتید محترم اشاره فرمودن، خود شما اشاره فرمودین، یک رفتار دوستانه نبوده و رفته رفته یک رفتار خصمانه و بی دلیل یک زورگویی و یک اجحاف و ظلم بوده. این تنها پاکستان نیست که به بشریت ظلم میکنه، فعلا در فلسطین و غزه هم ظلم ادامه داره، در اوکراین هم هست. پس این هم یک دولت ظالمه. در نتیجه صحبت های شما برسم وی که فعلا در کابل یک حکومت وجود داره و این حکومت از حق مهاجرین حراست میکنه. الحمدلله در تاریخ افغانستان اگر نگیم به طور یقین در این چند دهه قوی ترین و دلسوز ترین یک دولت اسلامی در کشور ما شما وجود داره که از هر جهت از حقوق اتباع افغانستان چه در پاکستان چه در داخل افغانستان و سر تا سر جهان انشالله حمایت و دفاع و پشتیبانی میکنه به تناسب تشکر. امکانات. تشکر آقای بلخوابی، سپاسگزار. آقای کارمند، هرچند شما انتقاد کردین که در حال حاضر در کابل حکومتی وجود نداره که از حق حقوق مهاجرین حراست بکنه، ولی آقای بلخوابی میگه که فعلا یک حکومت وجود داره، هم قوی است هم دلسوز است، با توجه به امکاناتی که داره از حقوق مهاجرین دفاع میکنه. بله، شما سوال بسیار جدی و مهم مطرح کردید. باقیده ما آنچه که جناب بلخوابی میگن یک احساس خودشان هست، ولی حقیقت اینطور نیست، به خاطر از اینکه ما میبینیم که حکومتی که در افغانستان وجود داره هنوز مشروعیت مردم افغانستان رو به دست نآورده، هنوز با جامعه جهانی درک تعامل نرسیده، با یک مشروعیت جامعه جهانی نرسیده و امکانات پولی و اقتصادی بسیار محدود در اختیار این حاکمیت وجود داره. ما شما شاهد هستیم که حوادثی که در هرات آمد، اینمی لحظه ما آرام آرام هرات به طرف زمستان میره و هزارها شهروند ما در هرات در روی خیابان‌ها در روی سرکاز شب سپری میکنن، حداقل که باید بر خاطر زندگیشان آماده شده، متاسفانه هنوز آماده نشده. اینا رو وقتی که ما میبینیم که 200 هزار یا 300 هزار یا تا 1 میلیون مهاجر از پاکستان وارد افغانستان میشه، اینا به فکر من 3 گروه از افراد از پاکستان وارد افغانستان میشن. یکی مهاجرین نرمالی هستند که در 44 سال جنگ افغانستان به نام های مختلف رفتن به پاکستان، یک تعداد از اینا در پاکستان تولد شدن، یک تعداد از اینا در افغانستان تولد شدن، رفتن اونجا مکتب خواندن یا نخواندن، کاری میکردن یا نمیکردن، دوباره به افغانستان فرستاده میشن. دوم گروه از افراد وجود داره که پس از آگوست 2021 به دام فشاری که در داخل افغانستان از لحاظ سیاسی وجود داشتن، اینا افغانستان ترک کردن رفتن، به خصوص اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی که وجود داشته که رفته به طرف پاکستان، این گروه دوباره به افغانستان فرستاده میشه. هنوز تضمینی وجود نداره که گروه طالبان با این گروه چه نوع برخورد انجام میده. ممکن است که اینا را مورد خشونت قرار بدن، ممکن است اینا را در زندان بندازن، ممکن است که با اینها بدرفتاری صورت بگیره. و تشویش دیگری وجود داره که گروه سوم افرادی هستند که ممکن به نام شهروندان افغانستان از پاکستان اخراج شوند و افغانستان فرستاده شوند و اینا کسایی هستند که وابسته به گروه های توریستی باشند که بتوانند در آینده یک وضع ناامنی بیامنی را در شمال افغانستان، در مناطق شمال افغانستان و در آسیای میانه به وجود بیارند. از این بحث که بگذاریم، مشکل اساسی این است که دولت که حکومتی که فعلا در افغانستان وجود دارد که هنوز یک حکومت قانونمند نیست، ما بارها گفتیم، اینمی توانمندی و ظرفیت ازیر هنوز نداره که بتونه اینمی مردم بپذیره
و بر اینا حداقل شرایط زندگی رو مساعد بکنه. شما میبینید که در داخل افغانستان 97% خود مردم افغانستان که تا اکنون در این جغرافیه به نام افغانستان زندگی میکنن زیر خط فقر قرار دارن. 15 میلیون انسان افغانستان به اساس تحلیلایی که صورت گرفته، ارزیابیایی که صورت گرفته، ارقامی که ملل متحد میده، مردم افغانستان به گرسنگی مواجه هستند، به کمک نیازمند هستند. شما نمیتونید اونهایی که در داخل افغانستان هست برای اینا حداقل زندگی مساعد بکنین، از لحاظ کار، از لحاظ معیشت، از لحاظ پول، از لحاظ امنیت فیزیکی و روانی. خب گیرم که میلیون های دیگه از پاکستان آمد، با اینا چون او برخورد صورت میگیره. این یک مشکل بسیار جدی هست که من فکر میکنم از صلاحیت و توانمندی یک حکومت به نام طالبا بسیار بلند هست و امیدوار هستم که جامعه جهانی به خصوص ملل متحد که یکی از مسئولیتهایش دفاع از حقوق انسان و به خصوص مهاجرین است، از این مسئله باید اونا حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن که این پروسه. در این مورد هم نقطه وجود داره آقای کارمندوی، که نهادهای بین المللی در قسمت برخورد با مهاجرین تنها به یک اعلامیه اکتفا کرده و فراتر از عمل نکرده. جواب شما رتمن میداشته باشیم، فعلا وقفه داریم، وقفه کوتاه. باید ما باز هم خوش آمدید. کارمند صاحب، بحث نهادهای بین‌المللی را بیام اگر روش صحبت بکنیم، مردم میپرسه که جامعه جهانی در قسمت برخورد با مهاجران افغان همیشه دوگانه عمل کرده، درو یک سکه بازی کرده در سیاست‌هایشان. مهاجر اوکراینی با مهاجر افغانستان زمین تا آسمان فرق داشته و مهاجر افغانستان با کشورهای دیگر زمین تا آسمان فرق داشته. حالا شما چه توقعی دارین از جامعه جهانی، از نهادهای بین‌المللی تا بیا در قسمت مهاجرین افغان که با تحقیر و توهین از پاکستان اخراج میشه به خاطر حق از وادادهای بکنن یا وارد عمل شده؟ ببینید، یکی آرزو هست که ما مطرح کردیم، یکی توقع یا عملکرد هست که متاسفانه ما میبینیم که نه تنها در مسئله مهاجرت مهاجرین افغانستان به ایران و پاکستان، بلکه در مجموع در نیم قرن جنگ افغانستان جامعه جهانی بسیار برخورد دوگانه داشتن. امروز در این وضعیتی که ما قرار داریم ناشی از برخورد غلط و دوگانه جامعه جهانی این کشورهایی هستند که در این کشور لشکرکشی کردن، آمدن، پس رفتن و مطابق منافع خود عمل کردن. امروز هم ما میبینیم که در مورد همین اخراج مهاجرین، شاید هم که عدس ما دقیق باشه یا نباشه، شاید هم در توافقنامه دوهمی هم درد باشه که در یک مرحله اینا به خاطر از اینکه بخواین یک اعتبار بتن برای حکومت طالبان به خصوص پاکستان، چون پاکستان یک کشوری بود که برای ایجاد طالبان نقش بسیار بزرگ داشت، در قدرت رسیدنشان نقش بزرگ داشت، برای جهان بخواین افاده بتن که در افغانستان امنیت فیزیکی و روانی وجود داره، یک حکومت پاسخگو وجود داره، بنان شهروندان افغانستان چی میکنن در پاکستان هستن، برن به وطن خود. شاید این معامله در توافقنامه دوهم درک باشه، ولی چون ما نمیدانیم که در اونجا چی هست. ولی طرف دیگه شی است که ملل متحد، اتحادیه اروپا که خود همیشه مدافع منافع انسان میشمارند و در حقوق بشر همیشه صدا بلند میکنند که انسان باید عدالت برش باشه، دموکراسی باشه، قانون باشه، قانونیت باشه. وقتی زمانی که در مورد افغانستان همین لحظه ما میبینیم که اینمی جامعه جهانی صرف شعار میتن، صرف تقبیه میکنن، ولی فشار بالای پاکستان نمیارن، فشار بالای افغانستان نمیارن که در داخل افغانستان یک حکومت قانونمند ایجاد شود و پاکستانی ها از این عمل خود دستبردار شوند. پاکستانی ها فقط برشان منافعشان همین مطرح است که چطور میتونن از اینمی مهاجرت باز هم یک استفاده ابزاری کلان بکنن و پول بیشتر به دست بیارن و سرزمین خود آباد بکنن. بر اونا انسان افغانستان در گذشته مطرح نبوده، حالا مطرح نیست. ولی من میخوایم یک چیز پایان به شما بگویم که همین گروپایی که در پاکستان بودن به نام هفتگانه که در پاکستان بود، طالبایی که در پاکستان بود، که اینا در پاکستان ایجاد شدن، آماده شدن برای جنگ افغانستان فرستاده شدن، رهبرای از اینا میلیون ها دلار به اختیار خود دارن، به دست آوردن. و همچنان امروز یک چیز اینا باید قبول بکنن که در بدبختی مهاجرت، در بدبختی مهاجرین افغانستان، اینمی گروپ هایی که در پاکستان آماده شدن و در جنگ افغانستان فرستاده شدن، اینا مقصر بودن، مقصر هستن. این باید قبول بکنن، اعتراف بکنن به مردم افغانستان که یک بخشی از تراژدی مهاجرت افغانستان اینمی گروپ های افغانه تا طالبان امروزی است. تشکر آقای کارمند. اتمر صاحب، شما یک سلسله موضوعات را اشاره کردین که پاکستان
از او سود می برد، از جنگ افغانستان، از آب افغانستان و از موارد دیگر. ما می خواهیم یک کمی به گذشته برگردم، به روزهایی که پاکستان شاهد یک سلسله مشکلات در خود پاکستان بود، در داخل پاکستان آقای خان دستگیر شد، بعدا آقای شهباز شریف آمد در قدرت، بعدا حکومت رفت به طرف یک حکومت موقت. ما میخوایم بدانیم که حالا پاکستان تغییر کرده، سیاست پاکستان تغییر کرده، افرادی که در قدرت آمدن در پاکستان تغییر کردن و این رفتارهایی که فعلا انجام میشه، این سیاستهایی که فعلا در قبال افغانستان به نمایش گذاشته میشه، از این چی تعریف وجود داره؟ آیا این به نحوی افغان ستیزی است، مهاجر ستیزی است، یا پاکستان دوباره میخواد که به نحوی تاریخ را تکرار بکنه، به شکل دیگهش، به نوع دیگهش و از این سود ببران چی که آقای کارمند با او پرداخت، میخواد که دوباره پول بگیره، میخواد دوباره پاکستان را به اقتدار برسانه و مشکلاتی که فعلا در پاکستان وجود داره او را حل بسازه، یا نه بالاخره پاکستان فهمیده که از این پس نمیتونه از افغانستان استفاده بکنه، از افغانستان سود ببره، حالا میخواد که قطع رابطه بکنه یا به نحوی فشار وارد بکنه به کابل و موارد دیگر. میخوایم این موضوعات را کمی واضح بسازیم. تشکر. ببینید پاکستان در طی 20 سال گذشته یا 23 سال گذشته یعنی مسیر امریکایی‌ها بود و اینا یک مقدار زیاد پول از امریکا به دست آوردن، در پالیسی تجهیزات تیاره و دیگه چیزها را به دست آوردن، تجهیزات نظامی به دست آوردن و در پالیش اینا امکانات خوب بر تجارت خود در افغانستان هم به دست آوردن. امروز پاکستان از نظر اقتصادی ورشکست است، از نظر سیاسی هم ورشکست است و شما میبینین که مشکلات سیاسی که در پاکستان موجود است، تاریخ پاکستان اینچنین مشکلات به خاطر نداره. از طرف دیگه پاکستان با این حرکت ها میخواهد که دوباره مرکز توجه جهان شود و بخواهد که بر جهان نشان بده که هنوز هم پاکستان یک قدرت بزرگ منطقوی است، در حالی که پاکستان از یک طرف که از نظر اقتصادی ورشکست شده، از طرف دیگه در منطقه هم او رسوخ سابقه را نداره، بخاطر از اینکه سابق اگر به منطقه کسی توجه میکرد در اونجا هند و پاکستان با هم بیلانس بود، ولی امروز هند در طی سالهای آخر هم از نظر سیاستهای جهانی، هم از نظر سیاستهای منطقوی و هم از نظر تکنولوژی یک موقعیت بسیار بالایی را نسبت به پاکستان به دست آورده. چینایا که سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی را در منطقه مخصوصا سر پروژه یک راه و یک کمربند کرده بودن، حدود 60 میلیارد دلار اینا تنها در گوادر سرمایه گذاری کردن، چینایی ها هم از این سرمایه گذاری خود پشیمان هستند و اینطور نشان میده که دیگه چینایی ها علاقمند به این پروژه نیست، چنانچه میبینیم که چینایی ها روابط خود با حکومت طالب ها جور کردن و کوشش میکنه که از این طریق بتانه امی پروژه یک راه کمربند به نحو بایپاس کنه با پروژه های دیگه. اینجاست که پاکستان نتانست که در طول اینمی سال ها امو موقعیت خود را حفظ بکنه، از پس این امروز میخواه که با اینی حرکت ها دوباره خود را نشان بده که مرکز توجه جهان است و به این ترتیب اینا امکانات را به دست دارن که او را میخواهد. بله، تشکر آقای اتمر، سپاسگزار. بله خبی صاحب، یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی ای است که کم و بیش تا کنون آمارایی که تا کنون من پیشتر باشم 200,000 نفر از پاکستان برگشته. در کنار از او خود افغان ها هم با مشکلات فراوانی امراض. آقای کارمندی موضوع را پرسید که با اینا چگونه برخورد میشه، چون آقای کارمند سه کتگوری مهاجرین را ایجا گفتن، مهاجرین نرمال گفتن، مهاجرینی که پس از حاکمیت امارات اسلامی از افغانستان رفتن در پاکستان و مهاجرینی که وابسته به گروه تروریستی هستند، آقای کارمند به او هم پرداختن.
با چی عینه که با اینا دیده میشه؟ چینا برخورد میشه؟ و چینا به اینا رسیدگی میشه؟ آیا یک چنین ظرفیتی وجود دارد؟ چون ما شاهد از این بودیم که در کمتر از 10 روز حدود 200,000 مهاجر از کشور همسایه به افغانستان سرازیر میشه، میاین مهاجرین افغان، با اینا چگونه برخورد میشه؟ آیا یک مکانیزم درست وجود داره؟ آیا یک چنین ظرفیتی که بتانه مشکلات این تعداد را حل بسازه و شناسایی شوند، این ظرفیت وجود داره؟ از لحاظ پذیرش انواع مهاجرینی که استاد محترم اشاره فرمودن، بله، مطلب واضح و شفافه که بعد از برپا شدن نظام امارت اسلامی افغانستان، رهبری امارت اسلامی افغانستان عفو عمومی اعلام فرمودن و پس از او هم کمیسیون بازگشت تشکیل شد. هر هموطن افغان که از هر کجای دنیا به اجبار اخراج بشه یا به اختیار، افغانستان وطن او هست، امارت اسلامی افغانستان از مال و جان و ناموس او حفاظت میکنه و دولت اسلامی افغانستان یقیناً برای هیچ نوع از او مهاجرینی که استاد اشاره فرمودن خطری رو متوجه نمیکنه، مگر اینکه دعاوی خصوصی کسی از کسی داشته باشه، امر عادی و طبیعی است. اون هم در نظام امر به امر یا دعوتی به سازش میشد، نه به تنش. بنابراین از لحاظ امنیتی مشکلی نیست، اما اگر در بین اونها افراد مخل مخرب گماشته شده محتمل هست، استاد اشاره فرمودن که باشه، یقینا که نظام مستقل و قدرتمند امارت اسلامی افغانستان وقتی که مشاهده تخطی و تخلف بکنه از یک افراد چی که از خارج آمده باشند به نام عودت کننده و مهاجرین اخراجی یا از هر کجای داخل، یقینا طبق قانون شریعت با اونا برخورد میشه و فرصت و مجالی برای اونها نیست. از این لحاظ ها اوقدر نگرانی نیست. مسئله ای که امکانات کشور ما و شما برای پذیرش این تعداد انبوه در یک زمان اندک ایجاب میکنه یا نمیکنه، او مسئولیت جهانی به سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری و دولت ظالم پاکستان هست که باید این فشار رو وارد نکنه به ملت افغانستان. حال که این مسئله این تصمیم گرفته شد و تقریبا خروج مهاجرین از پاکستان هم رو به پایان است، من میخوام بدانم که فعلا تمامی نگاه ها طرف حکومت حاکم در افغانستان است نسبت به جهان و نهادهای بین المللی. الحمدلله ما و شما تا فی الحال شاهد بودیم که او بحران و او تنش و او فاجعه ای که دولت پاکستان شاید پیش بینی میکرد با اخراج انبوه مهاجرین، شاید پشت پرده ای تصمیمات پاکستان بعضی غربی ها هم باشه برای گرفتن امتیاز از امارت اسلامی و پاکستان. او دسیسه در یک هفته به وقوع نپیوسته، لابد ماها اونها روی او برنامه ریزی کردن. به هر حال او اهداف شومی که اونا داشتن الحمدلله به او نرسیدن که یک تنش و بحران در افغانستان ایجاد شه. هر چیز نرمال پیش میره. تشکر، سپاسگزار آقای بلخابی. وقفه کوتاه. و ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. کارمند صاحب، اجازه بدید بحث را جمع‌بندی بکنیم. ما صحبت های کردیم در مورد اینکه چرا پاکستان تصمیم را گرفته و در نهایت حالا بحث را باید جمع‌بندی بکنیم. میایم روی مورد. آقای ملا حسن آخان رئیس الوزراء امارات اسلامی با پاکستان گفت که اگر با امارات اسلامی مشکل دارید بیایید وارد مذاکره شوید، صحبت بکنیم. آقای مجاهد هشدار داد پاکستان را، گفت به ما اندازه شما کشت بکنین که را درو کده بتانین. من میخوایم بدانم که رای حل چی است؟ آیا با پاکستان تصفیه حساب کرد و در نهایت مشخص ساخت که پاکستان دشمن است یا دوست، یا آنچه که آقای حسن آخان گفت که وارد مذاکره شد و باید این مشکل از طریق رای گفتگو حل کرد؟ در قدم نخست من میخوایم عرض بکنم که آنچه که رهبری طالبا میخواین بیان بکنن در صفحات تلویزیون حقیقت اون نیست. ما به عقیده ما آنچه که در مورد مهاجرین افغانستان اینمی معامله که صورت گرفته، این در تفاهم با رهبری طالبا، با حکومت طالبا،
و شاید هم یک تعداد کشورهای خارجی دیگه صورت گرفته باشه که در مسائل مربوط به جنگ و صلح افغانستان شریک هستند. پاکستانی ها هنوز هم فکر میکنند که افغانستان یکی از قلمروهایشان است، یکی از ایالتهایشان هست و مطابق از امو هدایت میتند. برای اینکه متاسفانه سیاستمدارایی که در حاکمیت افغانستان بودند و هستند نتونستند که منافع افغانستان، منافع انسان افغانستان تمثیل بکنند، بیشتر وابستگی داشتند. و شما میفهمید نمیال ارقام ارائه شده که اکتر رهبری طالبا حتی هویت و تذکره پاکستانی را با خود دارند و این خودش و حتی فامیل هایشان در پاکستان زندگی میکنه. شما میفهمید اکثریت رهبری طالبا که در کابل وجود دارند خانواده هایشان در پاکستان هستند. اینا من فکر نکنم که اینا حرفایی که میزنن این حرفا تاثیر گذار برای پاکستان باشد، چنان که وزارت خارجه پاکستان با صراحت گفت که نماینده طالبا که در سفارت افغانستان در پاکستان هست آمد امرای ما صحبت کرد ولی در مورد مسئله مشکل مهاجرین افغانستان اصلا چیزی رو مطرح نکرد. به هر ترتیب یک مشکل بسیار جدی هست که دامنگیر افغانستان هست و ما عقیده ما به این است که ما در یک بحران بسیار شدید در پالی بحران‌های دیگه که در افغانستان وجود دارد از لحاظ سیاسی و اقتصادی و از لحاظ حتی زلزله اخیر که در هرات به وقوع پیوست این همچنان شامل یک بحران دیگه است. شما ببینید در 10 روز گذشته شما ارقام دادید که بیش از 200 هزار شهروند افغانستان از پاکستان به افغانستان فرستاده شده. به این ترتیب شما در 10 روز یعنی روزانه در حدود 20 هزار نفر و افغانستان آمده. اگر شما هر خانواده را 5 نفر حساب بکنید میبینید که در حدود 4000 خانواده روزانه وارد افغانستان شده. چقدر ظرفیت ها وجود داره که از این 4000 خانواده استقبال شود؟ برای 4000 خانواده که آل ما میریم به طرف زمستان که زیر خیمه اینا نمیتونن زندگی کنن، یک سرپناه آماده شود، برای اینا لباس آماده شود، برای اینا غذا آماده شود، برای اینا زمینه کار مساعد شود. شما بخواهید نخواهید افغانستان میره به طرف یک بحران کلان دیگه. ما رای حل ما پیشنهاد ما امی است که افغانستان باید بره به طرف یک تغییر مثبت، یک حکومت قانونمند و یک حکومت پاسخگو ایجاد شود، بره به طرف تعامل با جامعه جهانی، بره به طرف تعامل با مردم افغانستان تا این مشکل حل شود. بس اخیره که شما مطرح کردید در مورد دوستی و دشمنی با پاکستان باشد. ببینید پاکستان از سال 1947 تا امروز یک برخورد خصمانه و دشمنانه نسبت به افغانستان داشته. ولی مشکل ما در این است که ما نمیتونیم افغانستان از این نقطه دنیا، از این جغرافیا بگیریم، ببریم در کنار روسیه، در کنار امریکا، در کنار انگلستان قرار بدیم. اینمی همسایگان افغانستان است. افغانستان یک دولت باید ایجاد شود که مقتدر باشه، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی، و از طرف دیگه ما با همسایگان افغانستان به یک تعامل بریم و در دوستی و در مذاکره را باز بکنیم به خاطر بحران افغانستان. دیدم ایشان که در مذاکره باز است آقای کارمند. خب ملا حسن آخوند صدا میزنه که چرا اگر با حکومت حاکم در افغانستان مشکل دارن وارد مذاکره نمیشوین؟ این چی مفهوم را ادامه کنه؟ اونا مذاکره با این حاکمیت نمیشن برای اینکه این حاکمیت هنوز مشروعیت داخلی و خارجی نداره. این حکومت پاکستان به رسمیت نشناخته. اونا که کی میخواین که مذاکره کنه؟ افغانستان به یک دیگ بی سرپوش تبدیل شده. یک حکومت در افغانستان وجود داره. خب درست است که اینا میگن ما این کارهای مثبت انجام دادیم، ولی حرف در کجاست؟ حرف اینجاست که شما زمانی که یک حکومت قانونمند و مشروع نداشته باشین، بخواید نخواید نتونه پاکستان، ایران، هر کشور دیگه، ولی فعلا از آدرس افغانستان خب یک حکومت وجود داره آقای کارمند. نداره. چرا نیمه پر گلاس نگاه نمیکنیم؟ ببینین ما باید بریم برای قوانینی که در جهان وجود دارد، در ملل متحد وجود دارد، در شناسایی بر رسمیت شناختن حکومت ها و قدرت هایی که در کشورها وجود دارد. ما 2 سال چند ماه حکومت طالبان سپری میشه. آیا در 2 سال چند ماه همین پاکستانی که ما بارها بر شما عرض کردیم که همین پاکستانی که خود طالب ایجاد کرد، در جنگ فرستاد، در قدرت سیاسی آورد، چرا پاکستان به رسمیت طالب شناخته نمیشد؟ تشکر. تشکر آقای کارمند. اطمار صاحب دیدگاه شما را می داشته باشیم. چی از راه حل؟ آیا با پاکستان کنار آمد یا نه حداقل به دبستان ها مشخص شود یا اینکه با پاکستان رفت آمد قطع شود و سفارت افغانستان در پاکستان بسته شود و هم سفارت پاکستان در افغانستان؟ ببینید ما وقتی که همسایه میگیم به این معنا نیست که هر وقت دل ما شد همسایه را از اینجا دور کنیم و هر وقت دل ما شد تو را نزدیک داریم. این نظر به
منافع هر کشور است. یعنی ما کشورهای همسایه خود زمان دوست ما بوده، زمان دشمن ما بوده و نظر ما منافع و وقت دولت ها بوده. در صورتش امروز ما چند بحران مواجه هستیم. یکی امی بحران مهاجرین است که این مدیریت ضرورت داره که این را باید حکومت طالبان درست مدیریت بکنه، از این منحیث یک فرصت استفاده بکنه. به این معنی که امروز اگر امی 4 میلیون مهاجر که در پاکستان است که بالاخره یک روز اینا و افغانستان من و یک 3-4 میلیون در ایران است که اینا هم امید میره که بالاخره یک روز با کشور خود بیان، اینا ایره منحیث یک فرصت. چی رقم فرصت؟ فرصت از این که اینمی احساس بتن بر از اینا، امی باور بتن بر از اینا که در افغانستان زندگی از اینا تضمین است، باور به ای که این حکومت خدمتگزارشان است، باور به ای که ما داریم به طرف یک مصالحه ملی میریم. اگر این مصالحه ملی تامین شود، اینمی خودش یک فرصت بسیار مناسب است بر از اینکه کل افغان ها چی که در ایران است، چیزی که در پاکستان است، چیزی که در اروپا است، در امریکا است و در دیگر جای دنیا است، اینا به کشور خود باز بگردن، امو به اصطلاح ظرفیت های خود در کشور خود اینا استفاده بکنن و دولت موجوده اینمی امکانات و اینمی باور خلق بکنه برای اینا که به صورت مجموعی، به صورت مشترک بریم به طرف یک حکومت ملی. اگر آلی نیسی را بسازیم، این باور و اطمینان باید امی طالبا بتن به جهان، به مردم افغانستان. تشکر آقای اطمر، سپاسگزار. بلخابی صاحب، از دیدگاه شما چه است راه حل؟ با پاکستان چگونه به تفاهم برسه؟ بستگی به دولت پاکستان داره. دولت پاکستان هم حقیقت اینه که در همین طول مدتی که افغانستان دچار مشکلات فراوان بوده، بحران‌های زیاد در پاکستان هم وجود داشته. مثلا چند بار کودتای نظامی شده و چندین بار رئیس الوزرای اونها فراری یا احیانا عزل شده و ترور و غیره شده. اونجا هم یک کشور آشفته است. امید هست که اونها هم حق ملت افغانستان را بشناسن و نمک نشناسی نکنن، وجودشون، عمرانشون، آبادیشون، شهرتیشون مرهون ملت و افغانستانه. آقای کارمند با اونها داره یک باور دیگه داره، اویی است که فعلا در افغانستان هیچ حکومتی وجود نداره، حکومتی که بتونه با پاکستان وارد مذاکره شود، یک حکومت قانونمند در افغانستان. مشکل از حکومت افغانستان در افغانستان است. یک نظام شرعی و یک حکومت مستحکم وجود داره که آمریکای ابرقدرت رو با همه متحدانش الحمدلله شکست داده که در تقریبا تاریخ آمریکا کم سابقه هست به این شکل مفتضحانه شکست. یک چنین دولت قدرتمندی در افغانستان وجود داره. اگر پاکستان تعامل انسانی و برادرانه بکنه، یقینا دولت افغانستان طالب برادری و حسن همجواری و برخورد و معاشرت نیک هست. و اگر نکنه، در آینده ممکن که خود پشیمان بشه. آقای کارمند، باورمند هستین به صحبت های آقای بلخابی؟ کوتاه. ببینین، من کوتاه میخوام عرض بکنم که بین تاریخ طور کس مطالعه بکنیم. نه، آنچه که آقای بلخابی اشاره کردن اویی که یک نظام شرعی و یک نظام قوی وجود داره که آمریکا را شکست داده. پاکستان اگر آینده میخواه باید با افغانستان وارد تعامل شود. من میخواستم امیر بگویم که اگر توافقنامه سیای دوحه وجود نمی داشت و اگر امریکا و ناتو پشت پا برای جمهوریت کاذب خود نمی زدن، نه طالب در قدرت می رسید و نه حکومتی که وجود دارد. تشکر. این نوع مشروعیت داخلی و خارجی حاکمیت. فرصت تمام است. آقای کارمند، آقای اطمر و آقای بلخابی، سپاسگزار که وقت گذاشتید به برنامه. تشکر. و ممنون از شما که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همه جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.